مقام‌های حکومتی، چهره‌های جهادی، مسئولان شورای عالی صلح، احزاب سیاسی، شمار زیادی از باشندگان پایتخت اینجا حضور به هم رسانیدند تا از 21مین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، یک تن از رهبران پیشین جهادی، گرامی داشت به عمل آورند. مشارکت ملی، وحدت ملی، برابری اقوام، نفی تبعیض، انحصار و سیاست حذف و تاکید بر انتخابات و همچنین تاکید بر تعدیل واحدهای اداری، معیار قرار گرفتن نفوس و سایر معیارهایی که در سخنان شهید مزاری به وفور و به صراحت موج میزند، همگی ناشی از تفکر انسانی سازی سیاست در افغانستان است. در همین حال اشتراک کنندگان عرش نهادن به شهدا و قهرمانان کشور را که در راه آزادی جان نثاری کردند را عرش نهادن به ارزش‌های ملی افغانستان عنوان کرده بر تحقق عدالت اجتماعی تاکید کردند. اهداف بلند مزاری مربوط است به همه اقوام آزاده افغانستان. یکی از اهدافش پیاده شدن عدالت اجتماعی بود و هست. ما امروز در سالگرد استاد شهید یک بار دیگر تأکید می کنیم که ما ادامه دهندگان راه عدالت خواهی استاد مزاری هستیم و خواهیم بود. اما این مراسم نیز رنگ سیاسی به خود می گیرد و سخنرانان با وضعیت کنونی کشور پرداختند. با این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات سخن زده از به وجود آمدن کمیسیون‌های جدید انتخاباتی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. در همین روزها که فرمان‌های تقنینی مربوط به انتخابات به توشیح رئیس جمهور رسید، به زودی کمیته گزینش جدید کمیشنران انتخابات کار خود را آغاز خواهد کرد و به تعقیب آن در آینده نزدیک کمیسیون‌های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی تشکیل خواهد شد و بر این اساس در سال آینده خورشیدی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌های افغانستان را برگزار خواهیم کرد. گفتنی عبدالعلی مزاری در سال 1326 هجری شمسی در قریه نانوایی چهارکنت از توابع ولایت بلخ چشم به جهان گشود و پس از مبارزه های زیاد در راه آزادی و عدالت خواهی مردمش، سرانجام با وجود تلاش های مداوم سیاسی و مقاومت نظامی در 22 حوت 1373 در چهارآسیاب کابل به دست طالبان به گونه فجیع شهید شد. کینک بر اساس بیانیه رسمی رئیس جمهور غنی لقب شهید وحدت ملی برایش داده شد.